یاسر پرسیده که نقش تحقیق در آموزش ایران چیست؟ آخ یاسر جان سوالت خیلی عمومی است، من چجوری جواب بدم؟ تحقیق در هر بحث آموزشی خصوصا در آموزش عالی خیلی نقش مهم و پایدار و استواری داره و خیلی مهمه، اما منظور سوال تو چیست؟ یعنی ما بگیم تحقیق خوب است انجام دهید یا نه تو به چیز دیگری اشاره داری؟ بعد قاسم پرسیده که منظورتون از کتاب‌های مرجع چیه؟ کتاب‌های مرجع ما که بودن؟ چی یا چه بودن؟ من از کتاب مرجع نام نبردم ولی نمیدونم منظورش چیه. وقتی شک کردن یک کتاب به تاریخ شما گفتیم بهشون نه نه تو صحبت گفتم که من چون اون موقع درباره میرزا حسین خان سپهسالار خونده بودم، الان یادم نیست مثلا کتاب دکتر آدمیت بوده یا آقای نفیسی بوده یا کتاب دیگری بوده، من اون موقع در اون اتفاقی که مثلا 15 سال پیش تو ایران افتاده همونجا این مرجع رو بهشون ارائه دادم، مثلا گفتم بچه‌ها برید این کتابا رو بخونید، حالا الان یادم نیست ولی تو اون لحظه گفتم بهشون. آره. بعد محمد مقدس آره گفته که آیا میتوان مذهبی را که حداقل 400 سال است که حاکم است با آموزش مقابله کرد؟ یعنی با اون مذهب مقابله کرد؟ قطعا میتوان، بله قطعا میتوان، چون پاسخ اندیشه اندیشه است، اصلا در این شکی نکنید. این که چقدر این کار سخت باشه و چقدر بتوان انجامش داد اون بحث ثانوی است، ما تئوریکش رو بخوایم بگیم بله قطعا میتوان، اما دقت کنید من به شخص خودم و البته بر اساس شناختم فضای عمومی خدا ناباوران این است که ما نمیخواهیم با شیعه مقابله کنیم حداقل در وهله اول، چون میدونم آرمین فوری میگه نه چرا باید با مذهب، اتفاقا منم یک اتئیست کمباتانت هستم، یک کسی هستم که خیلی میجنگم با این چیزا، ولی ما در وهله اول میخواهیم اینا رو جدا کنیم. آقای مقدس عزیز ما اول میگوییم باید این رژیم رو براندازیم برای اصلاح هر چیزی در ایران، از محیط زیست تا جغرافیا تا اقتصاد تا فرهنگ تا سیاست حتی امور نظامی ورزشی، توی آموزش هم ما اول باید رژیم رو بندازیم، سپس بگوییم حالا ما این دو را اصلا جدا میکنیم، حالا بعدا اگر توانستیم باشون بجنگیم با عقایدشون چرا که نه، بله با اندیشه و با آموزش میشه انجام داد. این پاسخ. بعد دوست عزیزی هم پرسیده در اسلام علوم انسانی اصلا وجود داره؟ متوجه نشدم. در اسلام علوم انسانی وجود داره؟ ببینید در خود اسلام، چون من متخصص اسلام به معنای اون نیستم که من خوندم دیدم، مثلا قرآن رو بارها خوندم، خیلی از منابع کتب شیعه و سنی رو خوندم، بر اساس دانش خودم فهمیدم که برای بشریت خطرناکه، گذاشتمش کنار و همه همین رو میگم، اما علوم انسانی به معنای فلسفه منطق نمیدونم علم کلام نمیدونم یه چیزای اینچنینی، همون پاسخی است که هم آرمین داد هم من دادم و گفتم اگر ابن سیناها، اگر خوارزمیها، اگر ابن رشد، اگر خیامی وجود داشته و علمی رو حالا به هم تعریفش ارائه داده ناشی از اسلامش نبوده، من فکر می‌کنم پاسخ اینه در واقع. خب یه چیز من سریعا منم نمی‌تونم پاسخ خودم، شما اگه نگاه کنین تاریخ کسایی که فیلسوفای دوران یعنی عباسیان اگه نگاه کنی اینا معمولا کسایی بودن که بیشتر تحت تاثیر یونانیان باستان بودن و اینا خودشون وقتی یونانیان باستان رو میخوندن خیلی به نظر میرسه از کاراشون که بیشتر تحت تاثیر اونا بودن تا قرآن و اسلام و مجبور بودن که میخوان روی مثلا کارهای ارسطو اگه میخوان کار بکنن چون که توی جامعه اسلامی بودن باید یک جوری بیان نظریات خودشونو بدن که با اسلام و قرآن تناقض نداشته باشه، یعنی اینا کارهای علوم انسانی خودشون داشتن میکردن و سعی میکردن که مثلا چیزهایی که از یونان باستانی گرفتن بهش اضافه کنن، ولی اسلام و قرآن مثل یه زنجیری بود دور دستشون که نمیتونستن از اون بالاتر برن، یعنی هر نظریه‌ای میخواستن بدن یا هر کاری که میخواستن بکنن باید آره توی بر اساس اسلامی هیچ تناقضی نداشته باشه، باید اونجوری فقط میتونستن نظریه بدن. این برداشت من. بسیار. و مورد آخر که قاسم پرسیده رأی عمومی اگه بگه همون سیستم قبلی رو میخوایم چی؟ این یه حرف تخصصیه، نمیشه که همه نظر بدن. نه نشد
رأی عمومی درباره آموزش و پرورش نبود، درباره سیستم دانشگاه نبود. رأی عمومی این باشد که ما حکومت بعد از یعنی پسا آخوندی باید حکومتی باشد که جدایی دین و سیاست، یک حکومت لایق، حالا با یه تخفیفی سکولار، در چنین شرایطی فضا فراهم می شود، مثل فرانسه، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل حتی کره جنوبی، یه جور فراهم می شود که نهادهای دینی دیگه در امر آموزش عمومی دخالت نمی کنن. من برای شما این مثال بزنم قاسم عزیز و همه اونایی که اینو می شنون الان. فرزند من در فرانسه داره به مدرسه خصوصی میره، این یک انتخاب است، حق من است، می توانم بچه‌م رو بزنم، هزینه‌ش هم میدم، میره. خب مدارس خصوصی در فرانسه عموما یا حتی تمامشون یا وابسته به نهادهای کاتولیکن یا وابسته به نهادهای یهودی. یعنی بچه من داره در یک مدرسه درس میخونه که نهاد کلیسا بالای سرشه، اما این بچه یک ثانیه آموزش دین نمیبینه. و همونطور که گفتم آموزش حقوق بشر، آموزش جنسی، آموزش برابری و خیلی چیزهای دیگه توی دروسش هم هست، ولی اون نهاد دینی ایمیل میده، اطلاع رسانی میکنه، میگه در فلان روز، مثلا روز یک شنبه که تعطیله، یا فلان ساعت بعد از مدرسه ما فلان برنامه مذهبی رو داریم. خب هر کسی علاقمندی میره انجام میده دیگه. این یک مثال بارز و گویا از همزیستی دین و آموزشه که در کنار همه. حالا اونی که میخواد با دین بجنگه تو این فضا امکانشو داره، مقاله بنویسه، مصاحبه کنه، سایت را بندازه، کاری که آرمین کرده، جمهوری بیخودا رو راه انداخته. بنابراین موضوع اینجوری باید بهش نگاه کرد قاسم عزیز. بله، منم یه چیزی بگم. وقتی من میگم ما دین ستیز هستیم، من فکر نمی‌کنم هیچ دولتی باید دین ستیز باشه. دین ستیزی کار ما. آره، بله. دولت باید هم اجازه بده. دولت فقط باید یه فضایی به وجود بیاره که هم مسلمان‌ها بتونن تبلیغ اسلام بکنن، هم یه کسایی مثل دین ستیز ما بتونیم بدون هیچ ترسی دین ستیزیمون رو انجام بدیم. بجنگ اصلا... بجنگیم. بله، دولت نسبت به دین خونساست، یعنی نه کمکش میکند نه جلویش رو میگیرد. بسیار. یعنی من به عنوان یه دین ستیز با یک دولتی که خودش عملا وارد دین ستیزی میشه مخالفم. دقیقاً.